یک ماه دیگر انتخابات نهادهای اروپایی برگزار خواهد شد. در این انتخابات شهروندان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، 751 نماینده پارلمان و همچنین رئیس کمیسیون اروپا را انتخاب خواهند کرد. بر اساس آخرین نظرسنجی پایگاه پول واچ 2014، حزب مردم اروپا در انتخابات آتی 222 کرسی و سوسیال دموکرات ها 209 کرسی را از آن خود خواهند کرد. مارتین شولز آلمانی نامزد احزاب سوسیالیست رقابت جدی با ژان کلود یونکر نامزد احزاب محافظه‌کار بر سر ریاست کمیسیون خواهد داشت. مطمئن نیستم که این مسئله بازتاب مناسبی در رسانه‌های داخلی کشورها داشته باشد. مردم عادی اطلاعاتی درباره نامزدهای احزاب ندارند. بنابراین احزاب نقش اصلی در حمایت از کاندیداها را بر عهده دارند. به گفته کارشناسان، ائتلاف احزاب راست افراطی به رهبری ماری لوپن فرانسوی و خیلت ولدرس هلندی می توانند شگفتی این دور از انتخابات باشند. این دو رهبر سیاسی از مخالفان سرسخت اتحادیه اروپا هستند. آنها قادر به تشکیل یک گروه با حدود 40 نماینده هستند، ولی نمیدانم آیا می توانند همبستگی خود را حفظ کنند. یک گروه مخالف اروپای واحد هم در میان احزاب چپ تشکیل می شود. رهبران سیاسی اروپا باید این مسئله را جدی بگیرند. طبق نظرسنجی پایگاه پول واچ 2014، احزاب لیبرال به رهبری گیور هوفشتاد 60 کرسی و احزاب سبز به رهبری جوز بوه فرانسوی و فرسکا کلر آلمانی 38 کرسی را از آن خود خواهند کرد.